سلام مجدد دن خدمت شما بینیدای نهای تزیز که با ما همراه هم کلام هستین و در این بخش از برنامه در رابطه با آلودگی هوا صحبت می‌کنیم. در یه آخر در بین مردم ما یک دلهورا و پریشانی جا شده که هوای کابل مخصوصاً خیلی آلوده است یا آلودگی ها از چی دلیل است چرا آلوده هست چی گونه باید با ای آلودگی ها مقابله کنیم و چه خواست میتونیم که کم بسازیم اینا را صحبت های داریم شما هم با ما همراه هم کلام باشین و بینندنی نیمه روز باشین در این بخش ما را جناب محترم محمد کازم همایون رئیس محیط زیست ولایت کابل هم همراهی میکنن شما هم اگر پرسش به با شماره تماس 0731130 و یا ای هم ایمیل آدرس آریان در ایمیل و یا ای هم شماره تماس 0731115 با تماس شین اما در حال حاضر سلام تقدیم میکنیم خدمت آقای همایون خرسند هستم در برنامه امروز با ما همراه هم کلام هستین و پیرامون یک موضوع خیلی مهم حیاتی در این شب روز صحبت دا داریم. با سلامت سلام خدمت شما هم مردم با عزت افغانستان خوشحال هستم در کنار شما در یک برنامه سبز هستم تشکر زنده باشین لطف شماست در قدم نخواست از پست شما رو تبریک میگم آقای ماین که شما در چنین پست گماشته شدین چون همیشه در رابطه با محیط زیست کارکردهای فراوان داشتین آرزو میکنم در این بخش هم چنان موفق باشین بین در رابطه با از محیط آغاز کنیم محیط زیست چی است راجع به آلودگی های محیط زیست برنامه را ادامه داد خب محیط زیست محیط زندگی هست دو طرز دید وجود داره یکی طرز دید انسان محور است مح. که محیط زیست انسان ها و ماورای انسان ها را کی با باور ما که ما یک انسان هستیم کل نگر هستم سایر حیات هم در جمله یعنی تمامی حیات در اطراف هم تونسته یک زنجیری زندگی تعیین بکنه یک زنجیری غذایی رو در امرار حیات بکنه یعنی هیچ حیات با کمبود هر حیاتی به شکل از آنها یک حیات دیگه متاثر میشه و واکنش نشان داده میشه در نظام طبیعت فقط انسان ها و ماورایش شورای اتحادیه اروپا آخرین تعریفی که از محیط زیست داشته انسان ها و ماورای کامل انسان ها است این یک روزنی دید انسانی است اما تعریف مختلفی را علمای مختلف و های محیط زیست ای راستا گفتند که هر کس از روزنی دید خود بیولوژی شناخت از روزانه حیات صحبت کرده کیمیادان مسائل شیمی محیط زیسته گفته یعنی در کل امی کامل ترین تعریف است که خدمت شما بله. پس آلودگی هوا که در افغانستان و در پایتخت به اواخر خیلی زیاد شده این در کدام بخشش قرار می و از چی دید باید این و معرفی بگیریم و یا هم تعریف کنیم خب آلودگی هوا در کل دو نوع آلودگی وجود داره بله. یکی آلودگی است که طبیعی است یعنی طبیعت خودش آلودگی رو به وجود میاره مثل آتش فشان ها از گرد افشانی نباتات هست و طوفان ها گرد و غبار بلند شدنش جنگل سوزی اینا همه از به شکل طبیعی صورت بگیره اما متاسفانه است حتی ده مرتبه بالاتر از ایسته که انسان ها ساخت دست انسان ها هست <applause> یعنی جالب است اما اما گردایش طبیعت به شکلی است که خودش آلایندهای طبیعی را خودپالایی میکنه و پاک میسازه به طور نمونه هر قدر آلودگی هایی که از آتش فشان ها وجود میاره این میتونه ابهار در خود جذب بکنه حتی برای آبزی و از غذا تولید کنه که صدها نوع گونه های مختلف در آب هست غذای از از اینمی هست که میره دیوکسید کربن میتونه بره مونوکسید کربن تبدیل شوه ای است و همچنان خاک میتونه آلودگی های طبیعی جذب بکنه و همچنان درختها بیشتری در و تمامی آلاینده را میتونه جذب بکنه حتی یک تن یک هکتار زمین جنگلی یا جمعیت جنگلی قادر به است که 180 تن را به خود چسب بکنه ده. یعنی اینا خود است اما وقتی که بیشتر از دیدن نظام طبیعت آلودگی ها به وجود می آید ایار قطرت پالایشه خود نظام طبیعت نداره و اینا بیشتر در فضا پراگنده میشن. متاسفانه شهر کابل هم از منابع طبیعی متاثر است از آلودگی های طبیعی هم از آلودگی های ساخت دست انسان ها آلودگی های طبیعی با توجه به اینکه ما داره. در در جغرافی خشک و خشک زندگی میکنیم و سات سبز پوششی ما کمتر است هست به ای خاطر یا ای میتونه یک تعدید جدی باشه اما ساخت دست انسان ها متاسفانه چالش های زیادی را که در این اواخر در طول 15 سال پسین به وجود بود یکی از دلایل همدیش جمعیت بیش از حد در شهر کابل شهر کابل یک شهر زیستی نیست چون اطراف ها گرفته در اینجا از نظر پلانی طرح پلانی را که در سال 1357 خورشیدی پلان شهر کابل ترایی شده بود بسیار دقیق از نظر مویدزیستی ترایی شده بود حدودا بیشتر از 700 هزار نفر باید در شهر کابل زندگی نمیکرد حال تقریبا 9 مرتبه حدودا کم زیاد بین 5 تا 6 میلیون جمعیت در شهر کابل زندگی میکنه در پالوی هزی ساختار نظام بازار هم یک از چالش های دیگی بود که ما به شکل لجنگ و سخته آوردیم نظارت است فابریکا نکردیم که اقتصاد بازار آزاد است ما اجازه ندارم نظارت بکنیم. در حالی که ما تعریف نواقعی داشتیم این میتونه باشه فقر گسترده فرهنگی فقر خود اقتصادی نبود زیر های شهری و ای اما عواملی هست که بالای زیزیات ساخته و آلودگی ها را به وجود آورده و تعدید بسیار جدی برای حیات کرده بسیار خوب صحبت رو بازم در این زمینه ادامه خواهد دادیم اما در حال حاضر یک وقفی خیلی کوتاه میگیریم پس از هم کلام شما هستیم بینندگان ما روز از, این از, این از که با ما همراه هم کلام از این جهان سپاس برنامه همچنان تا ساعت 4 خواهد داشت و مهمان نیت محترم همچنان با ما هستن و در رابطه با آلودگی های آب در پایتخت یعنی در کابل صحبت های دارن اینکه چی باعث آلودگی چی از محیط زیست چی بود و بعدا چی باعث آلودگی محیط زیست میشه معلومات رای کردن ما در حال حاضر میخوایم خوایم بپرسیم آقای امین در رابطه با اینکه که در کابل دلایل مختلف دست به دست هم داده و بایی سال دیگه شده مثلا مطرحی کنه مواد سوخت به کیفیت سوختاندن از اغال هایی که مخصوصا در فصل زمستان است از, از طرف خانواده ها حال از جمله ای عوامل کدامش بیشتر به محیط زیست می میرسنه و کدامش بیشتر خطرزا است خب انرژی های فوسیلی در کل انرژی های ناپاک هستند انرژی فوسیلی که خدمت شما میگم انواع مختلف تیل تیل دیزل، تیل پترول، گاز، زغال سنگ اینا کلش انرژی چوب، اینا انرژی فوسیلی است. اما خطرناکترین از اینا زغال سنگ است که استفاده از زغال سنگ روشی که در افغانستان استفاده میشه بدون از اینکه پالایی صورت بگیره این کاربرد داره و این میتونه بسیار تهدید کننده و کشنده باشه به تعقیبش تل دیزل است چون با توجهی که سلفر داره ای هم خطرناک است به تعقیب از تل خاک است <applause> که با... یا پترول است اینا هست از تقریبا با توجه به اینکه گاز شما میدونین گاز CH4 است اه... یعنی یک اتم کربن در برابر چهار اتم هیدروژن چون بسیار کم از کربنش و کاربن آلودگی میره به خاطر میتونیم برش بگوییم که در بین انرژی های پاک و نیمه و پاک گاز قرار داره و چوب هم خطرناک است اما با توجه به اینکه چیز طبیعی است خطرش اون نیست زغال سنگ تقریبا هیچ شیوه که در افغانستان استفاده میشه عدودا بیشتر از سه قرن پیش در سایر کشورها کارپورت داشت پس از او با توجه به تعدیداتی که برای کشورهای اروپایی که وقت نو در جهان صنعتی بله. پیشگام بود که شورای اروپایی اینا رو تعدید بسیار جدی کرد حتی در زمان اتوارد اول در زمان الیزابت اول من قرار داده شد روش استفاده از زغال سنگ به شکل نرم که ما امروز چه استفاده میکنیم یا میتونه تعدیدات جدی هم برای انسانات هم برای ایوانات هم برای نباتات داشته باشه حتی میتونه برای عابدات تاریخی که از این های پنهانی زیاد داریم شما توجه کرده باشین دهخانه دیده باشن، سنگ سنگفرشی که حالا شما سنگ که در اولی آدم از طول دو سال سه سال بیشتر کار نمیگیره می میبینین که لکه ها پیدا میکنه و خورندگی قدرت خورندگی خودم باران اسیدی وقتی که بالا میشه سلفر زیاده که زغال و سنگ داره این میره در فضا با می دود تبدیل میشه و این چاله که است به نایتریک اسید و سلفوریکاسید اسید تبدیل میشه و اینا ایجاب باران ایجاد باران اسیدی میکنن و این باران اسیدی میه میتونه برای انسان ها از مورفتگی گرفته تخریش چشم تکالیف جلدی فرسایش زود کالاها ها و تجهیزات موتر همه از اینا کامپیوتر همه را میتونه تعدید بکنه و در گیاه هم تعدید بسیار جدیشان میخوشکنه گیاه را مقاومتشان به اندازه پایین میاره که اگر در فصل سرما دو درجه زیر سفر بیایه یا دو درجه بالاتر شوه نمیتونه مقاومت خود حفظ کنه چون مقاومت داخلی وجود درخت پایین شده اینا را از بین میبره پس در کابل و در پایتخت یگانه عاملی در فصل زمستان و خزان زمستان آلودگی افزایش پیدا میکنه می استفاده از زغال سنگ بیکیفیت یکی از حوامل عمده و خطرناک و کشنده که از اینه های پنهانی را مردم هم از نظر سلامتی میتنم هم از نظر اقتصادی استفاده و کار است. پس آل وقتی که چه شاهد مشخص شده در قسمت از درست های زر در محیط زیست کدام برنامه داره به خاطر که مردم از استفاده کردن از این منه بسازه یا از استفاده کردن غیر درست از این منه یا اینکه انوز راه چاری در ای قسمت سنجیده نشده خب از دته دو سه روز پسین ما آمدیم به سمت گماشته شدیم و در خدمت مردم خود استم یک پلان استراتژیک پنج ساله را کردم که رئیس به امید داره قبول کردن و ما آمدیم در این اداره می کاری را انجام بتوم در این برنامه ما با سیاست های مالیاتی بیشتر در ساختار اقتصاد بازار که این کشورها اکثرا کشورهای دموکراتیک هستند که ما هم ازمی از دکده هستیم اقتصاد بازار در اقتصاد بازار ما نمیتونیم که سبسیدی یا یارانه بتیم یک زمانی در کشور ما هم امی تعامل بود که در فصل سرما مردم بیشتر گاز قیمت شرزان نگاه میکردن یا حتی تیلا سبسیدی میکردن از قیمت تمام شده هم کده پایین که بر شهروندا به نوی کمک صورت بگیره اما ما اینجا دست ما بسته است در سیاست های اقتصاد بازار سه تا روش هست که میتونه کمک بکنه یکی حمایت مستقیم مالی دولت ها است و دیگه تطوین قوانین مقررات است و سیوم هم سیاست های تشویقی یا سیاست های مالیاتی هست که میشه برچسب های زیستی باشه در گزار مالیاتی باشه اینا ما از این روش خواستیم که کار بگیریم یعنی اگر دولت مالیات سنگین بالای زغال سنگ وارد کنه و همچنان مالیات گاز پایین تر کنه بدون تردید میتونیم که ما از حالت و وضعیت که هست نجات پیدا و هم اشتغال خلق اشتغال خلق کنه و هم هرس... مردم رجوع ببره برای انرژی های پاک بیشتر از انرژی بادی استفاده خب. کنند انرژی... تردید وقتی که انرژی های پاک ارزان بده به صورت ارزان در دست قرار بگیره دیگه آدم هیچ خانواده فکر نکنم به واسه که گاز آسان باید یک گوگرد روشن کنه دقیقه. زغال سنگ با اوسیه و با او کسیفیش به علاقه مند نیستن اما مردم از ناگزیری وارد عمل شدن و چنین اعمال انجام میدن حال بین در رابطه به اینکه چقدر این محیطی ما در چند روز اخیر از منابع مختلف شدیدیم که آلودگی شهر کابل اینقدر بلند رفته که حتی اگر دیگه در کشور به اندازه نصف ازی بلند بر مردم تعطیل یا رخصت عمومی اعلان میشه و از خانه بیرون نمیشن آیا واقعا نگران کننده از بمی حدی که در صفات اجتماعی بین شده یا اینکه آنقدر هم قابل تشویش نیست من تقدیر میکنم از مردم خود که م... 15 سال پیش زمانی که ما از می میگفتم از حق حیات دیگه میگفتم از حق حیات وش میگفتم هیچ کسی لبایک نمیگفت و صحبت های ما اما هم روز خود مردم نگرانی از صفحات اجتماعی ای خود یک خلق یک گفتمان است از جانب مردم ما که بین یکی دیگه خود مشکلات خود شریک میسوزن و این قابل قدر است دقیقا که سه چهار شب ای آلودگی ها بیشتر شد بالای خ... استندرد ها رفت تدیدات بسیار جدی بود ما هم از تیویت خود برای مردم شیر کردم که اینی تدابیر در نظر باید داشته باشین <applause> یعنی تدابیری که خودشان میتونن بگیرن اما ای یک عامل عمده داشت ما استاندارد ما یک قایده انتظامی ویژه جور کردیم در طول 4 5 ماه که در ریاست پلان محیط بودم و این در خور تطبیق قرار دادیم پیش از اینکه تطبیق شده کمیسیون عالی جلوگیری از آلودگی هوا با حضور داشته رئیس اجرایی کشور بود این پرزنت کردیم اونا تایید کردن به حضور وزیرای کابینه آمدیم که یعنی روحی اماهنگی بین ادارات بیشتر باشه یک چالش کلان می بود که اماهنگ نبودن شهرداری کابل یک بخش برنامه داشت وزارت صحت بهداشت افغانستان هداری محیط زیست این یک اماهنگی صورت گرفت از بالا یک چت که میتونه در خور تطبیق چیز باشه تقدیر باشه در پولوی وزارت محترم انرژی ریاست محترم برشنای کابل تعود کرد که حتی ریاست اون برشنا در سر, سر افغانستان تعود داشتن که ما چل درصد از شهرونده شهر کابل خوده ما در فصل سرما میتونیم برق بتیم با توجه با مشکلاتی که به خود از اون آمد که برق وارداتی ازبکستان متاسفانه قید شد که باید شمال قرارداد تسجیل میشد و تعودات گرفته میشد در فصل سرما ما نیاز بیشتر به برق داریم اونو قطع کردن و اینمی 40 درصد آمد دفتن ده درصد سی درصد دیگه مردم هم رجوع بردن به استفاده از زغال سنگ و انرژی فسیلی، گاز، تیل اینا حتی بیشتر از ست هزار جنراتور انفرادی فعال شد دخلی. که هر دکان به طور نمونه چپس فروشی را می دیدین حتی همی کسایی که انار می فروشند دادم سرک یک جنراتور های علایده داشتن دخلی. که این کیفیت مکمل نظام مختل ساخت و او برنامه ای را که ما داشتیم تطبیق شوه و جوانب مختلف از طریق آگویدی نظارت اینا گرفته بودیم این نظام ما را مختل ساخت و یکی از دلایل عمده همی بوده که شار کابل اما امروز قابل نگرانی نیست خوشبختانه از چند به ای طرف با توجه به نظارت جدی که از طرف اداری ما مشمول شاروالی محترم کابل و وزارت محترم داخل و سایر ادارات اما هنگ کار کردیم خوشبختانه تحت کنترول است نگرانی داره بیشتر نه اما برای افراد اساس انوز اون قابل نگرانی هست که افراد اساس ما باید متوجه باشند در کدام مقاطع در کدام مکان در کدام زمان باید در اون مناطق نه تدابیر وقایعی که شما منهای سرایس محیط زیست به همشریان عزیز ما البته توصیه میکنیم و همچنین کدام نکات را رعایت کنند که هر فرد به نوبه خود از آلوده کردن هوا خودداری کنه شما میتونید اونها رو بیان کنید تا بین های ما که این برنامه رو مشاهده میکنن خانواده نهایت عزیز این موضوعات درک کنن و به نوبه خود هم مسئولیت شهروندی خود ادا کنند ما زمانی که خدمت شما میگم که خو یک بار اخلاقی است به جای از اینکه یک سیر زغال سنگ استفاده کنم من خواهش دارم از همشریان محترم خود که نیم سیر زغال استفاده بکنم و ای یک بار اخلاقی داره برای صحت خودش برای سلامت اولادش برای سلامت هموطنش خانه را جوش مثل هم نکنم اکثرا ما میبینیم بل. بخارخانه خانه جوش شده از زغال سنگ این میتونه که یک آلودگی را کاهش بده و برای خود و برای مردم خود خدمت کنن ما همچنان از انرژی از این اقتصادی که داره از این فریض شود در کنار از این های ما بسیار مهم است که به افراد اساس که بیشتر خدمت شما اشاره کردم که افراد اساس کدام افراد هستن کودکا افراد حساس هست کهن سالا هست مادرای باردار است افرادی که از مجاری تنفسی و اینا افرادی که تکالیف قلبی دارن اینا افراد اساس هستند، اینا کوشش بکنن باد از چهار دیگر دمی فصل سرما بیرون نبراین از خانه ها گرچن که آلودگی اندورا ایر پلوشن ما میگیم یا آلاینده های داخل خانه ها هم خطرناکتر از آلاینده های بیرون اما در اینجا تدابیر ویژه گرفته میشه مثلا مایات اگر بیشتر بسازن قطعت دفاعی وجودشان بالا میشه کمتر از شم کمتر استفاده بکنن از پروتین کمتر استفاده بکنن ترکوری، سبزیجات، آب، آب شیرگرم بیشتر استفاده بکنن در خانه ها در پلیزی اگر روزانه دو بار، سه بار، چهار بار حتی پس از نیم ساعت، یک ساعت بتان آدم چشمای خود بشوره جلد خود بشوره، گلون خود غرغره کنه بینی خود این میتونه بسیار کمکش کنه چون آلاینده ها کس به اندازه ریزه هست یک بر سی سدوم اسی موی انسان که شما تقسیم بکنندش این ریزگرد های دو اشاری 5 هست یعنی به اندازه خورده است که از مجاری تنفسی نمیتونه این لایه هایی که التحاب گلو هست و مویای بینی هست این ای را جمع کنه این میره مستقیم داخل شش میشه حتی داخل استقان میشه کی کشنده است. و این خاطر از طریق جلد هم میتونه خطرناک باشه که وقتی که میشورن جلد خوده میتونه بسیار بهشون کمک بکنه در پولوی تدابیر دیگری که گرفته میتونه کسایی که از مجاری تنفسی و تکالیف قلبی داره ریزوگردها و تعدیدش میکنه در خانه ها آب جوش بتن که رطوبت تولید کنه و این رطوبت ریزوگردهای خانه را میتونه که در دام خود بگیره و پایین بسازه و از سطح تنفس و یا هم به اندازه کلانشان بسازه رطوبت که در عدسه یا عواملی که عکس که وجود داره توسط ازو پس بیرون ساخته شوه یا میتونه بسیار برای خانواده ما کمک بکنه دیگه در درون خانه ها از بسیار مردم از اسپری های مختلف استفاده میکنه که اسپری ها بسیار خطرناک است حتی خسخس گلو را تا 20 درصد خسخس سینه را بلند میبره تدید جدی هست و این خاطر کوشش میکنن بجای از اسپری از که مواد شیمیایی در ترکیبش هست مواد سمیس اجتناب کنن بجای جای از چیزهای دیگه استفاده بکنن یا مثلا از در کل از پاکن ها که مواد شیمیایی در ترکیب خود داره کوشش بکنن یا کم استفاده کنن و اگر استفاده میکنن اسپری خوشبویی در تشناب یا در بیا یک دروازه باس باشه باس با. که این تدیدشان میکنه این خوب الان کارهای است که مردم و مثلا و خانواده عزیز باید رعایت کنن در کل برای سال آینده امسال سال که از گپ گذاشته کدام برنامه خاص از کدام دسکای برای ای که محیط کابل مخصوصا پایتخت پاک بسازه و می آلودگی ها را جذب خود بسازه در راه I'm هست چ... کدام برنامه دارین ندارین چگونه به عنوان جنب امچو دستگاه uh, تشخیص کیفیت هوا وجود نداره که کیفیت هوا بالا بسازد در صورت که گپ می بود کشورهای پیشرفته تولیدات خود از زغال سنگ میکردن، کردن دستگاه را می آوردن پاک کنه دستگاهی هیچ وجود نداره اما دستگاه هایی که تثبیت بکنه که کدام آلاینده چقدر از دمویید و طور نمونه ریزگرد ها دو, دو نوه ریزگردی که ما در دا استندرد داریم مثلا ریزگرد دو اشار پنج استندردش هست یک سد در متر مکبه ها اینا با ما تشخیص میده که اینمی ساعت سای سرخ است بالاتر از این ما تدابیر خویجه خود اونجا بگرد. از این دستگاه پیشنهاد کردیم خوشبختانه نو رسیده بر ما از طول سه چهار ما ای طرف افرادی را که ما باید ترن میدادیم اونا ترن شده دستگاه سر و سر شهر کابل خوب است که سیار است این دستگاه سر و سر شهر کابل ما همه روزه تست میکنیم مناطق مزدهم مناطق اساسه که شفاخانه ما هست مثلا دانشگاه ها ساعت علمی اینا هست اینا را هر کدامش استاندارد خود داره از طرف شو سود چقدر باشه آلودگی روز اینا بل. تمامش این تدابیر گرفته شده سال بعدی برنامه های ما فقط امی است که بیشتر نظارت بکنیم و بلند منزل ها را ملزم بسازیم اصناف مختلف را ملزم بسازیم که اینا از انرژی فسیلی به ویژه زغال سنگ استفاده نکنن اگر استفاده میکنن با میارایی را که ما داریم هم فلتر شده باشه و پاک باشه و هم دستگاه از اینا نظام کاتالیزور داشته باشه که سپاس تاسو په ځینې وختونو موږ وینې مفروده کې خیلی با و تحصیل کرده هستند و میدارن و حتی مراکز صحی را دارن همون مراکز صحی را میبینیم که در سطح شهر کابل از قدر زغال سنگ استفاده میکنن ما در صفات اجتماعی چند تصویر از یک مرکز صحی در شهر کابل دیدم که متاسفانه آنقدر آلودگی را ایجاد کرده بود که اطراف و محیطش دیده شد. خب برای ست روزو میکنن برمان شهرمند هر یک متوجی مسئولیت خود باشیم و به نوی از آنها به محیط خود صدمه نرسونیم بلکه محیط خود از آلودگی ها نجات بدیم تشکر میکنم از آقای محمد د اکاز مومباین رئیس موټیټیټیو ولایت کابل کې د برنامې عمروسو سرپېکته